ریاست اجرایی حکومت با وضع تحریم های بیشتر علیه گروه های حراس افغان به ویژه گروه طالبان از سوی کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاکید می کند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که رئیس اجرایی در دیدار با اعضای کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از این کمیته خواسته است که نام رهبر و سران گروه طالبان را شامل فهرست تحریم های سازمان ملل متحد کند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی همچنان به پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح حکومت تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از شهرام امامی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که نام رهبر و سران گروه طالبان را شامل فهرست تحریم های سازمان ملل متحد کند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که آقای عبدالله این درخواست را روز دوشنبه در دیدار با رئیس و شماری از اعضای کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که به کابل آمده بودند مطرح کرده است. وی میگوید که در این دیدار رئیس اجرایی از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که گروه طالبان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شود. هم حکومت افغانستان، هم شریکای ما و هم کمیته تعزیرات ملل متحد بحث تعزیرات را در پیش بگیرند تا بالاخره از یک طریق این گروه تضعیف شود و بالاخره اگر ممکن بود که زمینه برای گفتگوهای صلح آماده شود. اگر طالبان بخواهند که به پروسه صلح یک جای شوند، اگر اراده برای صلح داشته باشند، تعزیرات پس رفع میشه. معاون سخنگوی ریاست اجرایی همچنان در واکنش به نشر اسناد متعلق به اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده از سوی استخبارات مرکزی آمریکا سیا میگوید که نشر این اسناد بر موجودیت پایگاه های تروریستان در خاک پاکستان مهر تایید زده است. وی تاکید میکند که پاکستان نه تنها از گروه های حراس افغان حمایت میکند، بل به این گروه ها پناهگاه های امن ایجاد کرده است. اسامه بدون شک در پاکستان بوده، اما خوب است که اسنادش افشا شود تا کشورهایی که هنوزم تشویش داشتن که یا هم مشکوک بودن که پاکستان همی تروریسم است یا نیست، به اونا هم تثبیت شود که پاکستان همی تروریسم. در حال ریاست اجرایی بر وضع تحریم های بیشتر علیه گروه های تروریستی به ویژه گروه طالبان تاکید می کند که غیرت امروف رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در دیدار با مقام های حکومت وحدت ملی گفته است که خواست افغانستان را در این شورا مطرح خواهد کرد.